به نام خداوند بخشنده مهربان، خوش آمدید به خبرهای ورزشی از رادیو تلویزیون معراج. به مناسبت سومین سال درگذشت تتسو ناکامورا، مرد نیکوکار ژاپنی که در افغانستان خدمات بسیار ارزنده ارائه کرده است، مسابقات گلف تحت نام جام ناکامورا در شهر هرات برگزار گردید. جام ناکامورا بین 32 ورزشکار در ولسوالی انجیل و منطقه پل هاشمی شهر هرات برگزار شد که سرانجام جاوید قاضی زاده به مقام نخست این رقابت‌ها دست یافت. ورزش گلف که در افغانستان مخاطبان زیادی ندارد، مسئولان در تلاش هستند تا همچنان شرایط را برای این رشته ورزشی فراهم سازند. باشگاه گلف ناکامورا هرات تنها باشگاه گلف در افغانستان است و همواره تلاش می‌کند تا در مسابقات بین‌المللی مقام کسب کند. برای بحث بیشتر آقای شکیب حیاتی، سرپرست و معاون فنی فدراسیون گلف هرات را با خود داریم در استودیو. آقای حیاتی، خیلی خوش آمدین. در ابتدا میخوایم از شما پرسان کنم که ورزش گلف در هرات به چه تعداد عضو داره؟ تشکر از دعوت شما برای فدراسیون ما. ورزش گلف اگرچه آنچنان بین مردم در هرات به اون صورتی که مثل تمام ورزش ها معرفی شده باشه، به اندازه معرفی نشده و معمولا ورزش گلف در کشورهای دیگه هم به اون اندازه مثل فوتبال، والیبال یا ورزش های دیگه به صورت همگانی نیه. بله. چون ورزش پر از هزینه و مخصوصا داخل افغانستان آنچنان از طریق رسانه ها بالاخره معرفی نشده بوده، آنچنان مخاطب زیاده نداره. در هرات ما 12 نفر اعضای فدراسیون داریم که فعال تمرین میکنن، ورزش میکنن و به همین تعداد ما هم بسنده نمیکنیم. بسیار سپاس از شما. فدراسیون گلف هرات اخیراً جام گلف به نام ناکامورا برگزار کرده. هدف از برگزاری این جام به نام ناکامورا چی بوده؟ اول خب درود میفرستیم به روح بلند پایه مرحوم تتسو ناکامورا که خدمات بیش از آنچی که ما تصور میکردیم برای ملت رنج دیده ما کشیدن. ما فدراسیون ما تصمیم گرفته در یک سال 4 مسابقه. بله. مسابقه ولایتی داخل هرات برگزار کنه که اولین مسابقه ما تحت عنوان جام ناکامورا برگزار شد. بله. با اشتراک 6 نفر از ورزشکارا که تعداد به سفر بودن. پلان ما برای برگزاری جام ناکامورا به عنوان جام ناکامورا به این بود که ما حداقل تونسته باشیم امو شعله فروزان کمک رسانی خدمات حضور در افغانستان نگه داریم و یک رقم تقدیر کرده باشیم و ستایش از خدمات ارزنده از اونا که برای مردم جنگ زده ما انجام داده بودند. دکتر تتسو ناکامورا در سال 1991 وقت وارد افغانستان شدن 3 کلینیک خیریه در جنوب شرقی افغانستان در جلال آباد تأسیس کردند و در شروع خدمات اونا برای اطفال و برای مردم که آسیب جنگ دیده بودن خدمت کردن. بله. و بعدها دامنه و گستره خدمت خور بردن به سمت موضوع کشاورزی، سرسبزی و کانال کشی برای اون نقاط زمینای زراعتی که به خشکسالی خورده بود و اونا توانستن خیلی از نقاطی که مردم دسترسی به آب کشاورزی نداشتن با او کانالای کونا ایجاد کردن، فضای سبز ایجاد کردن و داخل افغانستان با وجودی که برای از اونا تابعیت افتخاری افغانستان بخشیده شد و بیشتر از اونا باید برای از اونا ستایش و تقدیر میشد. گلف هرات و یا ورزشکارانی که در ورزش گلف عضویت دارن و یا اشتراک دارن، آیا البته در ولایت هرات، آیا در مسابقات ملی و یا بین المللی هم کدام افتخار به دست آوردن؟ آخرین باری که ما مسابقات ملی بعد از سالها تلاشی که ما داشتیم
تنظیم کردیم که مسابقات ملی برای اولین بار در ایران برگزار بشه. در ماه میزان همین سال جاری ما مسابقات با اشتراک 32 تن از ورزشکار از 3 ولایت کابل، بامیان و ایران در ایران برگزار کردیم که 12 نفر شرکت کننده از ایران بودن و بقیه از ولایت‌های دیگه. ایران مقام نایب قهرمانی گرفت، یعنی نفر دوم، نفر چهارم و نفر 11 از ایران شد. بله. نفر اول و تعداد دیگر هم از کابل. کابل مقام اول گرفت و مقام دوم برای اولین بار در او کلاس گراس که ما میگیم برگزار شد. ایراد توانست مقام دوم رو بگیره که برای از طریق همی شبکه محترم شما برای تمام ورزشکارهایی که در ایراد در این مسابقات شرکت کرده بودن مجدداً تبریک عرض میکنم. بله، بسیار سپاس از شما. و با عنوان آخرین سوال میخواییم پرسان کنم که فدراسیون ورزش گلف در ولایت هرات چی برنامه هایی به خاطر انکشاف و پیشرفت این ورزش روی دست داره؟ ما به کمک تیم منظمی که تشکیل دادیم برای فدراسیون تصمیم گرفتیم در یک سال 4 مسابقه برگزار بشه که اولین مسابقه ما تحت عنوان جام ناکامورا امروز برگزار کردیم در هرات. و پلان بعدی ما اینه که در ماه عمل تقریبا فوریه 2023 میشه با هیئت کنسولگری محترم ترکمنستان هم صحبت کردیم که جام تاپیر برگزار کنیم. بله. در این جام تاپی اونا ما را استقبال کردن و اگر امکان باشه ما از مسئولین محترم ورزش ایراد و خصوصا جا داره از جناب آقای مولوی سبیق پلواک یک تشکری بکنم که در هر عرصه ما رو حمایت کردن و سعی کردن که فدراسیون یک رقم اونام ما رو تشویق کردن که زنده تر نگه بداریم. و مجددا از مسئولین محترم ورزش ولایت ایراد، فدراسیون عمومی، ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان، کمیته ملی المپیک افغانستان تقاضا میکنیم شرایط فراهم بسازن که ما بتونیم در این جامی که به عنوان جام تاپی در ایراد برگزار میکنیم ترکمنستان، پاکستان و هندوستان بتونن شرکت کنن و ما بتونیم میزبان باشیم برای از این 4 از 3 کشور. حقیقتا امی ورزش است که میتونه روابط حسنه بین کشورهای همسایه، مخصوصا کشورهایی که درگیر مسائل بودن به عنوان سفیر صلح روابط خیلی خوب برگزار بکنه. در آینده تصمیم ما اینه که ما بتونیم این ورزش را ابتدا داخل ولایت رشد بدیم و از دولت مجدداً تقاضا میکنیم برای ما شرایط فراهم بسازن که ما یک زمین مستقل داشته باشیم. کمبودایی که داریم خود شما میفهمید، ورزش کمی ورزش سنگینه، از اینا به توان ما امکان نداره و شرایط فراهم بسازن که ما این ورزش را حداقل به کشورهای همسایه بتونیم ببریم و صدای افغانستان را برسانیم به گوش همسایه ما که اگرچه در این کشور جنگ است و هر موضوعی است، انشالله که فعلا شرایط صلح هست، شرایط آرامی است و ما از آمادگی خود میگیریم که برای جام تاپی که پیش رو داریم انشالله با کنسولگری های کشورهای همسایه ترکمنستان، پاکستان و هندوستان هماهنگی کنیم که انشالله بتونیم برای از اون یک میزبان خوب باشیم. بسیار سپاس از شما. از حضور شما در استودیو آقای شکیب حیاتی، سرپرست و معاون فنی فدراسیون گلف هرات.